الحمد لله رب العالمين وبارك على خير شمي والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين بلغنا الدائم على أعدائه المعصومين. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه این هستش که بتونه از فرصت‌های زندگیش خوب استفاده بکنه. فرصت‌هایی که به تعبیر بعضی از روایات مثل نسیمی هستش که با آدم بخوره. نسیم وقتی با آدم بخوره وای نمیسته، میخوره و رد میشه. شما همون موقع باید بهره خودت رو ببری. فرصت‌ها زودگذر هست. از هنرها و خصوصیات مؤمن اینی که بتونه از فرصت‌های زندگیش استفاده بکنه، نه فقط از فرصت‌ها بلکه بالاتر. هنر یک مؤمن، هنر یک مؤمن اینه که تهدیدهای زندگیش رو تبدیل به فرصت بکنه، بلاها رو تبدیل به نعمت بکنه. خدا رحمت کنه حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون رو. یه جمله حکیمانه و طلایی ایشون داشت، خودش هم عمل کرد، خودش هم به این جمله عمل کرد. چون می‌فرمود فرصتی که در بحران‌ها و تهدیدها هست تو خود فرصت‌ها نیست. فرصتی که تو تهدیدها، تو بلاها هست تو خود فرصت‌ها و نعمت‌ها نیست. فرض کردم خودش هم عمل کرد. حالا اگه فرصت بشه عرض می‌کنم خدمتتون. این حال بفرمایید، اصلا به طور کلی نعمت‌ها و بلاها امور نسبیه، قابل جابجاییه. اینجوری نیست که یک نعمت تا آخر نعمت بمونه، یک بلا تا آخر بلا باشه. نه، میتونه نعمت تبدیل به بلا باشه، بلا تبدیل به نعمت بشه. اینا امور نسبی هستن. مثلا ببینید به طور مثال که همه تون باهاش آشنا هستید، اگر کسی نعمتهای خدا رو شکر بکنه، هم شکر زبانی هم شکر عملی، درست استفاده کنه ازش، نعمتهای مختلف، نعمت امنیت، سلامتی، ثروت، مقام، آبرو، زیبایی، هرچی، اگر این نعمت‌ها رو درست به کار برد، خدا میگه خب تو ظرفیت از خودت نشون دادی، از من که کم نمیاد، تو ظرفیت از خودت نشون دادی، من بیشتر بهت میدم. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما اگر کسی نعمت‌ها رو خرج دشمن خدا کرد، خرج شیطان کرد، چشمش رو باهاش معصیت کرد، زیباییش رو باهاش باش معصیت کرد، ثروتش رو باش معصیت کرد، خرج دشمن خدا کرد، خدا میگه ببین چون دوستت دارم دیگه بیشتر بهت نمیدم، چون دوستت دارم بیشتر، چون گرفتار میشه اگه بیشتر بهت نعمت بدم، حالا بهت بلا میدم، بلکه با نعمت که به من نزدیک نشدی که، بلکه با بلا به من نزدیک بشی. ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، ای کفران نعمت کردید عذاب و گرفتاری میاد. برخلاف اون چی که سعدی گفت شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت سعدی میگه از کفت بیرون کند، یعنی نعمت ازت میگیرن. قرآن بالاترشو میگه نه فقط از کفت بیرون کند، بلکه بلا این کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب میاد، گرفتاری میاد. این مال دنیا سا، نه فقط مال آخرت، تو همین دنیا دوچاری گرفتاری میشید و مشکلات، کفران نعمت اگر کرد. این تو این طرف، این تو ناحیه نعمت ها. اما تو ناحیه بلاها، اگر کسی تو بلا بندگی کرد، خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاشت، گرفتاره، قرض داره، مشکل داره، فقر داره، مریضی داره، از در و دیوار براش باریده، اما خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاشت، نرفت به هر حال تو اون موقعی که گرفتار هست نرفت نزول بکنه، میتونه با یه رشوه کارش رو را بندازه، نگرفت. اگه این چنین بود، خدا میگه ببین تو گرفتاری و بلا وفا کردی به بندگی، من که خدا هستم که وفادارترم و من اوفا به عهدهی من الله، تو بندگی کردی من برات خدایی میکنم، تمام عالم لشکر منه به کمکت بفرستم، نمیذارم درمانده بشی. نه اینکه مؤمن بلا نمیبینه، نه بلا میبینه، ولی تو بلا درمانده نمیشی. شما تو قرآن همتون یه داستانی هست خوندی، تقاضا میکنم این داستان قرآنی رو به خصوص برای آخرالزمان که گرفتاری ها و بلاها زیاده، این داستان رو هر از گاهی بیاد بیارید. تو سوره یوسف هست،
داره که وقتی زلیخا حضرت یوسف رو تو اتاقهای تو در توی کاخش گیر انداخت و قلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد، یه در نبوده، و قلقت الابواب، تمام درها رو قفل کرد و قالت هی تلک، به یوسف گفت من آماده هست. حضرت یوسف دید گیر افتاده، تو بنبست و مخبسه گیر افتاده، چی کار کرد؟ حضرت یوسف فرار کرد، گفت اونی که دست من برمیاد و انجام بدم، من بندگی رو انجام بدم، خدا خداییشو بلده. فرار کرد. جناب یوسف کجا فرار میکنه؟ تو که دیدی درا قفله، تو که دیدی درا رو قفل کرد. حضرت یوسف کاری نداره، میگه من اون کاری که دستم برمیاد من خودم رو میبینم، اونو انجام میدم. وقتی این کارو کرد یکی یکی درا براش باز شد. کی درا رو باز کرد؟ حضرت یوسف کلید که نداشت، کسی هم که اونجا نشسته بود در رو باز بکنه. خدا میگه اگه من 4 تا در قفل رو نتونم باز بکنم که خدا نیستم. قفلا مال شماست، گشایش ها مال منه، بنبست ها مال شماست، مال من که نی، گشایش ها با من هستش، تمام عالم جنود منه. همون قفل اگر خدا نخواد کلید توش میشکنه به جای اینکه باز بکنه، و اگر خدا بخواد قفل که دیگه برای خدا قفل نیست که، بازش میکنه، تمام درها باز شد. این درس بزرگی هست، این درس برای ماست که تو بنبستا تو بندگی بکن، خدا برات گشایش درست میکنه، خدا باز میکنه. یک کشاورزی اومد خدمت عارف کم نظیر اطراف مشهد، اومد خدمت آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی، اومد خدمت ایشون، گفت آقا آفت ملخ داره بیچاره میکنه ما رو، تو مزرعه ها افتاده، 2-3 روز دیگه میرسه به روستای ما، میرسه به مزرعه ما. آقا فرمودن که خب شما زکات نمیدید، حق فقرا رو نمیدید، ملخا میان همونا رو بخورن. آقا چیکار بکنیم؟ ایشون گفت قول بدی وقتی محصول در اومد زکاتشو بدی. گفت آقا قسم میخورم. رو کاغذ یه بسم الله الرحمن الرحیم نوشت، گفت یه گوشه زمین چالش کن، اما قول دادی. گفت آقا قسم خوردم. رفت، میگه 2-3 روز بعد ملخا رسیدن به روستای ما. من نمیدونم شما دیدید یا من دیدم، یه صفحه آسمان سیاه میشه. اومدن میگه ریختن تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم، همه چی از بین رفت. نگاه کردم ملخا نشستن پای ساقه‌های گندم، به جای اینکه گندم و ساقه‌های گندم بخورن، علف هرزا رو دارن میخورن. و اون سال محصول من 2-3 برابر شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی از مزرعه من اتفاق افتاد. با چشم دیدم که اون ملخ ماموره. ولله جنود السماوات والارض. عالم لشکر خدا هستش. اگه کسی بندگی بکنه خدا لشکرش رو به کمکش میفرسته. ما تو این عالم شانسی و اتفاقی نداریم. یک ملکول و کمتر از ملکول بی اجازه خدا جابجا نمیشه. بگه با چشم دیدم که اون ملخ ماموره. و اون سال محصول من 2-3 برابر شد، رفتم زکاتش رو طبق وظیفه و طبق همون قولی که داده بودم زکاتش رو دادم. تو بنده باش، خدا برات گشایش درست میکنه. خدا که همون خداست، عوض که نشده، طبق فرمول ها و سنت هاش عالم رو اداره میکنه. این سنت خداست. تو بلا اگر کسی خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذاره، خدا باز میکنه راه رو، اون بلا تبدیل میشه به نعمت. مثل همین مورد، اون تهدید تبدیل میشه به فرصت. رحمت و رضوان خدا بر حاج قاسم سلیمانی و مدافعین حرم. شما نگاه بکنید، از بزرگترین، اگه نگیم بزرگترین، از بزرگترین تهدیدهای زمان ما این سگای هار داعش بودن. یه پروژه بسیار خطرناک، حساب شده، مطالعه شده، که مسلمانها به جون همدیگه بیفتن. شما نگاه بکنید، این پروژه کار کرده بودن، بناشون هم این بود و حدسی که میزدن حداقل 30 سال این منطقه غرب آسیا، منطقه خاورمیانه با آشوب کشیده بشه. دیگه مسلمان سر بلند نمی کنن از این آشوب. اینها اهداف متعددی داشتن از آوردن داعش. یکی از اهدافشون این بود که منابع انرژی که تو این منطقه خاورمیانه هست، منابع نفت و گاز در اختیارشون قرار بگیره. 65-70% منابع انرژی جهان تو خاورمیانه است. در زمانی که بحران غذا و انرژی هست، اون کسی که این منابع رو داشته باشه دست برتر داره. خب داعشی‌ها وقتی میگرفتن
در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار میده. هدف دومشون این بود که اسلحه‌شون به فروش بره. تو جنگ به هر حال اسلحه میخواد. اسلحه‌هایی که بعضن آزمایش نشده، مسلمونا رو هم آزمایش بکنن. از هر طرف هم کشته بشن به نفع اوناست. هدف سومشون این بود که این کشورهای اسلامی که تو منطقه هستن زیرساختشون از بین بره. یک کشور قوی تو منطقه نباشه که بتونه علیهشون شاخشونه بکشه. کما که تعدی موفق شدن دیگه، سوریه تبدیل شد به یه خرابه، عراق تبدیل شد به یه خرابه، یمن تبدیل شد به یه خرابه. هدف چهارمشون ایران بود به عنوان محور، به قول اونا شرارت، و در واقع محور مقاومت. در واقع محور مقاومت سال تعیین کرده بودن برای ورود به ایران که اگر بتونن اولا ایران رو تجزیه بکنن. منطقه تجزیه هم تعیین شده بود، کردستان. ما 4 کردستان داریم: کردستان ایران، کردستان عراق، کردستان ترکیه، کردستان سوریه. و هر 4 منطقه کردنشین معمولا با دولت مرکزیشون اختلاف دارن. اینجا البته حالا تو کشور ما کمتر، ولی خب به هر حال توشون هست دیگه، به خصوص کومالو دموکرات که حالا الان بیرون رفتن. ولی به هر حال این مناطق مناطقی است که استعداد این رو دارن که جدا بشن. یک کشور کردستان آزاد از این 4 منطقه کردنشین بغل گوش ما یه اسرائیل درست میشون. اگر بتونن ایران رو تجزیه کنن، اگر نه زیرساخت‌های ایران از بین بره، شبیه همون کار که تو سوریه کردن. هدف پنجمشون این بود که اسلام رو به عنوان یک دین خشن و وحشی تو دنیا معرفی بکنن، به عنوان یک دین خشنی که خودشون به خودشون رحم نمیکنن. اونایی که رو پرچمشون اسم لا اله الا الله و اسم پیغمبر هست، جنایت‌های چندشاور انجام میدن. رضوان خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیز باور بفرمایید مواردی رو نقل میکرد که اصلا آدم نمیتونه بگه. یعنی خانوم ها، خود آقایون هم همینجور بشنون تا مدت ها حالشون بد میشه. مواردی از جنایت های این پس فطرت های وحشی نقل میکرد که اصلا واقعا عجیب و غریب هستش. یه موردش رو من عرض میکنم که شاید مورد ساده ترش بشه. گفت اینا ریخته بودن نزدیک بغداد، تا 40 کیلومتری بغداد اومده بودن دیگه. ریختن شب توی خونه ای که یه زن و شوهر با 2 دختر سر سفره داشتن شام می‌خوردن. شبان اومدن ریختن تو، یکی از این دخترا رو بلند کردن. حالا اینا وحشت زده دارن جیغ و داد میکنن. یکی از این دخترا رو بلند کردن، دردم زیر گلوش خنجر کشیدن و خونش ریخت تو سفره رو غذا. حالا شما ببینید پدر و مادر و اون خواهرش به اون پدر و مادر گفتن بیشین از همین غذایی که خونه بچه توش ریخته شده از همین غذا بخور، و الا اون دختر رو دومو سر میبریم. از همین غذا بشینید بخورید. نشستن از همون غذایی که خون دخترشون روش ریخته شده بود نشستن و خوردن. این پس فطرت ها این جنایت ها رو انجام میدادن و فیلم برداری هالیوودی درجه 1 میکردن. اون فیلم برداری به اون قدرت از 4 پیزوری وحشی بر نمیاد. معلومه که یه دست پشتش بوده که این فیلم برداری ها بشه تو جهان صادر بکنن، بگن اسلام یعنی این. همین کار که بعد تا حدی هم موفق شدن که اسلام رو به عنوان یه دین خشن نشون بدن و جلوی گرایش به اسلام رو بگیرن. چون بعد از انقلاب اسلامی به خصوص تو غرب گرایش به اسلام خیلی زیاد شده بود. اینا حدسشون این بود که اگر به همون شکل پیش بره تا سال 2050 میلادی، الان 2023 هستیم، تا سال 2050 میلادی غلبه جمعیتی در غرب با مسلمین باشه. انقدر گرایش به اسلام زیاد بود، لذا باید کاری بکنن جلوش گرفته بشه. یکی از کاراش همین بود. هدف ششمشون که شاید از مهمترین اهداف یا شاید مهمترین هدفشون بود این بود که اگه تو این منطقه خاورمیانه اگر مسلمان‌ها با هم درگیر بشن، اسرائیل تو حاشیه امن قرار میگیره. کسی دیگه با اسرائیل کار نداره، میشه قدرت اول منطقه، میشه قدرت اول منطقه. شما رو پرچم اسرائیل دیدی یه ستاره 6 هست، ستاره داوود، 2 خط آبی هستش دو طرف ستاره. این 2 خط آبی نیل و فرات، یعنی اسرائیل بزرگ که باید از نیل تا فرات باید خب تا فرات اومده بودن دیگه، تا حاشیه تا فرات اومده بودن. یعنی این اهداف داشت عملی میشون. حاج قاسم سلیمانی به مدافع این حرم اون زمانی که متلک میشدیدن، اون زمانی که یادتون هست، بعضی از شاید بزرگترها
اون زمانی که بهشون تیکه میداختن که اینا برای اسد میرن میجنگن، برای کسی میرن میجنگن که تو سنگرهای ارتشیاش مشروب هستش، میرن برای کی دارید میرید میجنگید؟ برای پول دارید میرید میجنگید. این تیکه ها رو میشنیدن، ولی رفتن، مردانه رفتن اونجا دفاع کردن و تو 6 سال این قائله رو جمع کردن. اونا حدسشون این بود که 30 سال طول بکشه. تو 6 سال این قائله رو جمع کردن و تهدید به اون بزرگی تبدیل شد به فرصت. به جای اینکه اسرائیل بشه قدرت اول منطقه، ایران شد قدرت اول منطقه. تا بیخ گوش اسرائیل الان رفتیم پشت دیوارهای اسرائیل. نیل تا فرات پیشکشتون، تو همون چهار دیواری خودتون حفظ بکنید فعلا. نه فقط دور خود سرزمین های اشغالی دیوار کشیدن، دور هر شهری فنس کشیدن، دور هر شهر تو قفسن، تو قفس موندن. ایران شد قدرت اول منطقه. منطقه حاج قاسم سلیمانی بزرگوار و مدافعین حرم که این کارو کردن، با بندگی تو دل این بلا رفتند و بلا رو تبدیل کردن به نعمت، تهدید رو تبدیل به فرصت کردن. درسته که ایشون یه نخبه نظامی بود، بی تردید یه مغز نظام. مجله فارن پالیسی دو ماهنامه آمریکاییه، یه مجله حالا معتبر برای خودشون هست. در زمان حیات خود حاج قاسم اسم 10 نفر از تئوریسین‌های نظامی بزرگ جهان رو، اسم 10 نفر از نخبه‌های نظامی بزرگ جهان رو برده بود. اولینش جنرال قاسم سلیمانی، یه طراح بود، یه مغز نظامی بود، با تجربه بود، همه اینا درست، ولی بنده خدا بود. مهم اینه، بنده خدا بود. هیچ موقعی کوچکترین جزئیات رو تو بندگی فراموش نمی‌کرد. کوچکترین جزئیات رو. شاید شنیده باشید تو خونه یکی از سوریا، خب جنگ چریکی تو شهر بود دیگه، تو خونه یکی از سوریا خونه خالی بود. خب این مدافعین حرم رفته بودن برای که دفاع بکنن، تو اون خونه بودن. چند روز از امکانات اون خونه استفاده کردن. وقتی می‌خواستن از اون خونه برن، خود حاج قاسم یه نامه نوشت، آقا یا خانومی که صاحب این خونه هستید، ما از امکانات خونه‌تون استفاده کردیم، یا راضی باشی یا اگر نه یه شماره تلفن نوشت که به این شماره زنگ بزنید هزینه بهتون پرداخت بشه. تو کدوم جنگ این کار رو میکنه؟ رفته اونا رو آزاد بکنه، اما چشمشو نمیبنده همجوری حق و ناحق بکنه، هر کاری رو انجام بده. من همین اخیر، همین تا همین دهه گذشته، همین دهه اول، تو بچه های سپاه قدس تو تهران بودم. خب پادگان اینا یه جوری از یه پشتش کوهه. گفتن حاج قاسم موقعی که نقل و از زهرا رو داشتن آزاد میکردن، یعنی تو اون زمان حساس، تماس گرفته بود با بچه های سپاه اینجا، تماس گرفته بود چون زمستون بود، گفته بود آهوهای کوها رو یادتون هستش که براشون برید یه چیزی بریزید. آهوا اینا میان پایین غذا ندارن، یه علفه چیزی برید بریزید براشون. داره نوبل از صحرا رو آزاد بکنه، اما حواسش با آهوهای پشت پادگان هم هست که براشون یه چیزی بریزید که اون زنبسه ها میان پایین یه چیزی داشته باشه. جزئیات بندگی رو هم حواسش هست. برای همین پشتش وای میسادن یه نظامی این چنینی با طیب خاطر نماز میخوندن، با طیب خاطر پشتش وای میسادن نماز میخوندن. خدا میگه خب تو بنده ای، خب منم خدایی برات میکنم، ولله جنود و سماوات و الارض، به کمکت میفرستم عالم رو، به کمکت میفرستم که شد. و اون وقت اون عزت عجیب و غریبم خدا بهش داد با شهادتش. این فرمول عالمه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سنت خدا هست. اگه آدم بندگی بکنه تو بلا، بلا تبدیل میشه به نعمت و تهدید تبدیل میشه به فرصت. همه ائمه در زمان خودشون اینجوری بودن که تهدید زمان خودشون رو تبدیل به فرصت کردن. همه ائمه. بزرگترین تهدید زمان سیدالشهدا همون جمله‌ای بود که خود امام حسین فرمود که بعل الاسلام السلام، فاتحه اسلام خونده است. وقتی یزید اومده به عنوان جانشین پیغمبر، 50 سال بعد از پیغمبر، حالا یه کسی اومده که کفر میگه، علنی کفر میگه، مشروب بخوره علنی این کارا رو انجام میده، فاتحه اسلام. شما نگاه بکنید همین الان ببینید، من برای که روشن بشه امام حسین زمان چه تهدیدی بود، الان 2-3 سال از اول انقلاب گذشته، بچه های ما
خب خیلی هاشون رفتن به شهادت رسیدن، هنوز پیکرهای مقدسشون داره میاد. خب شما نگاه بکنید الان من و شما بعضی از این بیهجابی ها رو تو خیابونا میبینیم، چقدر دلمون آتیش میگیره. بابا هنوز دارن شهید میارن، هنوز دارن شهید میارن، هنوز خانواده‌های شهدا هستن، هنوز عشق چشمشون خوش نشده، چقدر دلمون میسوزه. 43 سال گذشته همچه اتفاق. حالا شما حساب کنید از زمان پیغمبر 50 سال گذشته، یه کسی اومده جای پیغمبر داره کفر میگه، اومده جای پیغمبر داره علناً مشروب میخوره. ببینید چقدر دوره دوره سختی شد که سید شهدا فرمود فاتحه اسلام خونده است دیگه وقتی این اومده. اون تهدید بزرگ رو که بنی امیه ایجاد کردن، سید شهدا تبدیل کرد به یک فرصت با شهادتش، یک دستگاه عظیمی به وجود آورد، دستگاه حسینی، که تا الان و تا قیامت همین دستگاه دین رو نگه داشته. همین ما دینداری همون رو از کجا گرفتیم؟ اصلا کلاس ها که نگرفتیم، که ما تو کلاس دبیرستان و دانشگاه که اونجا دینداریمون رو نگرفتیم، تو همین مجالس گرفتیم، تو همین مجالس هر چی یاد گرفت تو محرم، یعنی دین رو نگه داشت. اون تهدید با اون بزرگی رو سید الشهدا تبدیل کرد به یه فرصت، با شهادتش دین رو حفظ کرد تا ظهور و رجعت و قیامت. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هم همینجور تو بین ائمه. شاید حالا اگر دوران سید الشهدا رو مثلا کنار بگذاریم، شاید دوران امام سجاد سخت ترین دوران بوده. 34 سال دوران امامتش، هم طولانی بود دوران امامت، هم مبتلا بود به یک زمانه‌ای که بسیار کار سخت شده بود. شما نگاه بکنید فقط برای اینکه یه ذره فضا دست بیاد، ببینید امام حسین با شیعیان درجه یک شهید شدن، اون درجه یکاش رفتن دیگه، اونو با امام حسین بودن. درجه دو و درجه سه هم تو قیام مختار و نهضت توابین شهید شدن. خود امام سجاد میگفت دیگه تو مکه و مدینه، این دوتا شهر مذهبی، این دوتا شهری که محل وحی بود، حالا بقیهش که ما به مکه و مدینه اشون رجلن یوهب کنم، 20 نفر هم نیست که ما رو دوست داشته باشه. تو مکه و مدینه امام سجاد میگه 20 نفر هم نیست که ما رو دوست داشته باشه. شیعه به مو بند شده بود، تشیع به مو بند شده بود. تو همین مکه و مدینه که دو تا شهر مذهبی و محل وحی بوده، رقاصه و آوازخون صادر میکردن به جاهای دیگه، رقاصه و آوازخون صادر میکردن. یعنی ببینید چی شده، حالا شهرهای دیگه که بمانند، این دو تا شهر، این دو تا شهر، یه زن فاسد رقاصه عیاش وقتی میخواست از مدینه بره مکه برای حج، تو تاریخ نوشتن جمعیت بسیار زیادی از مدینه برای بدرقش رفتن، از اون طرف جمعیت بسیار زیادی برای استقبالش اومدن که میخواست مکه بره. این وضعیت شهرها بود. وقتی که یه نفر از شعرهای فاسد عمر ابن ربیعه وقتی مرد، تو مکه عزای عمومی اعلام کردن، تو مکه عزای عمومی اعلام کردن. یه کسی میگه من داشتم تو کوچه میرفتم دیدم یه کنیزه که اومده آب داره میریزه تو، به هر حال تو جوب آب، ولی گریه میکنه. بهش گفتم چرا گریه میکنی؟ خب این نمیدونی امروز عزای عمومی عمر ابن ربیعه دنیا رفته. حالا عمر ابن ربیعه شاعر فاسد هرزگو، او از دنیا رفته. این میگه من بهش گفتم خب حالا از دنیا رفته، تو مدینه ابو خالد مخزومی هست، اونم اشعاری داره مثل همین، بعد شروع کردم اما اونم یه فاسدی مثل این، نگفت فاسده، گفت اونم اشعاری داره مثل این، چند تا از شعراشو خون. این کنیزک اشکشو پاک کرد که خب الحمدلله الذی لم یخل حرمه، خدا رو شکر که حرمش خالی نموند، خدا رو شکر که حرمش خالی نموند. یه همچین دوران منحت، یه همچین دوران وضعیت خراب با یاران کم، خود امام سجاد به شدت تحت نظر بود که اگه کوچکترین اقدامی میکرد از بین میبردنش، کوچکترین اقدامی میکرد از بین میبردنش. وقت تو این دوران امام سجاد باید کار بکنه، چجوری کار بکنه، چی کار بکنه؟ این اون دوره ای بود که امام اومد و تهدید رو تبدیل به فرصت شروع کرد، یکی یکی شاگرد تربیت کردن، ابو حمزه سومالی، ابو خالد کابلی، یحیی بن ام طویل، شاگردانی رو تربیت کرد که شروع شبکه وکالت بود.
من تقاضا میکنم این رو خیلی کوتاه، چون مربوط به زمان ما هم میشه، مربوط به زمان ما هم میشه، فقط با تاریخ نیست. عنایت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام شروع کرد شاگردای دینشناس با تقوا رو تربیت کردن. بعد از امام سجاد، امام باقر، امام صادق همین رو ادامه دادن. شاگردانی تربیت میکردن مجتهد با تقوا، میفرستادن به اطراف و جاهای مختلف بلاد اسلامی به عنوان وکیل و نماینده امام تو اون محل، وکیل و نماینده امام. اینا با هم مرتبط بودن، شبکه وکالت، اینا وکلا بودن، مرتبط با امام بودن. این کار رو میکردن، شبکه وکالت. امام مثلا امام صادق علیه السلام به عبان ابن تقلب فرمود عبان اجلس فی المسجد و افت الناس، تو مسجد شهرت بشین فتوا بده برا مردم، نه اینکه مردم بفرست پیش من، خودت مرجع باش، خودت مرجع باش. اینو خوب تو ذهن عنایت بفرمایید. حضرت میگه تو مسجد شهرت بشین خودت فتوا بده، با اینکه امام صادق زنده است میگه نفرست پیش من. فانی احب با ان یرا فی شیعتی مثل، من دوست دارم تو شیعیانم امثال تو باشی که کار مردم رو راه بندازن از جهت دینی. یه کسی تو مرو بود زمان امام رضا علیه السلام، اون زمانی که امام رضا تو مرو بود، یه کسی از قم نامه نوشت برای امام رضا که آقا من راهم تا مرو دوره، نمیتونم برای هر مسئله بلنشم بیام اونجا، چی کار بکنم؟ دینم رو از کی بگیرم؟ امام رضا علیه السلام فرمود لازم نیست بلنشی بیا مرو، ما نماینده و وکیل داریم تو قم، زکریا ابن آدم قمی، به همون مراجعه کن، به همون مراجعه کن. اینا وکلای ائمه بودن. حضرت عبدالعظیم تو شهر ری، یه نفر از منطقه ری، خب اون موقع تهران اصلا نبود، هرچی بود ری بود، بلند شد زمان متوکل، رفت زیارت سید الشهدا کربلا، رفت سامر را پیش امام هادی علیه السلام. امام هادی فرمود که کجا بودی؟ گفت من از ری هستم، رفتم زیارت جد سید الشهدا تو کربلا. حالا زمانی که دست و پا قطع می‌کردن، زمان متوکل، اون زمان خطرناک، رفتم زیارت جدتون سید الشهدا، الان اومدم برای دیدنشون. امام هادی فرمود بی خوب، خب هم خودتو به خطر انداختی هم ما رو، اومدی وقتی اومدی خونه من تو رو با من یه شیعه میشناسن، هم برای خودت خطر داره که با ما مرتبطی، هم برای ما خطر داره که ما داریم یار جمع میکنیم. مگه عبدالعظیم حسنی تو ری نیست؟ اون نماینده ماست. خب همونجا میرفتی اگه وجوهات میخواستی بدی، همونجا میرفتی. زیارتت هم منظار عبدالعظیم بر ری که منظار حسین به کربلا، این جمله ای که معروف هست که امام هادی فرمود هر کسی عبدالعظیم رو تو ری زیارت بکنه گویی حسین رو در کربلا زیارت کرده. مال اون زمان بود. دقیق بفرمایید، اینا وکلای ائمه بودن، اینا وکلا بودن که از زمان امام سجاد علیه السلام شروع شد، زمان امام صادق و زمان ائمه بعدی اوج گرفت. اگر به زبان امروزی بخوایم بگیم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شبکه وکالت در واقع شبکه مرجعیت، در واقع شبکه مرجعیت که فقهای دینشناس با تقوا، اینها کسایی هستن که ائمه کلید زدن این مسئله رو، میگفتن تو شهرت بشین مردم رو نفرست پیش ما، خودت مرجع باش، خودت فتوا بده. شما تو شبکه های وهابی الان ببینید، شبکه کلمه، شبکه وصال و همسان، میگن شیعه زمان صفویه به وجود اومده، صفویه چون قدرت داشته شیعه رو هر حال به وجود آورده، روحانیت و مرجعیت شیعه مال زمان صفویه. دروغ محض. از زمان خود ائمه این مرجعیت بوده، همین شاگردایی که تربیت میکردن میفرستادن این برابر. من تقاضا میکنم ازتون یه مرتبه تو مفاتیح، یه داستانی تو مفاتیح هست، شاید دیده باشید ولی آدم حوصله نمیکنه بخونه، یه بار دندون سر جگر بگذارید داستانو بخونید. بسیار سندش موثقه، سند این داستان معتبر، یک مرتبه بخونید داستان حاج علی بغدادی. تو مفاتیح اومده حاج علی بغدادی، من نمیخوام داستانو بگم، خیلی خلاصه فقط مرتبط به بحث خودم عرض بکنم. حاج علی بغدادی ریسندگی و بافندگی کارخونه داشت تو بغداد، یعنی کارخونه پارچه بافی. یه روز پنجشنبه صبح، پنجشنبه میره نجف پیش مراجع نجف خمسشو بده. مرجع اون زمان شیخ انصاری بود، شیخ مرتضی انصاری، خمسشو اونجا حساب بکنه. میاد کاظمین برای زیارت امام کاظم و امام جواد اینجا و بعد برمیگرده بغداد.
که تا عصر پنجشنبه برسه بغداد حقوق کارگرا رو بده، چون جمعه دیگه تعطیله، بتونه حقوق کارگراشو بده. تو راه که داشت میومد از کاظمین به بغداد، البته الان شما رفتید دیگه، کاظمین تو بغداده الان دیگه کاظمین، ولی قبلا اینا جدا اصلا فاصله داشتن. تو راه که داشت از کاظمین میرفته به بغداد، میگه یه کسی اومد همراه من شد، اومد به من سلام کرد، حاج علی حالت چطوره؟ به اسم منو صدا زد. گفت خیلی تعجب نکردم، خیلی ها بودن منو میشناختن. گفتم الحمدلله. خب حاج علی نمیه شب جمعه از بریم کربلا تا من شهادت بدم روز قیامت تو از شیعیان ما هستی؟ حاج علی بغدادی میگه من تعجب کردم. گفتم شما کجا منو میشناسی که روز قیامت شهادت بدی که از شیعیان شما هستم؟ گفت چطور نشناسم اون کسی که حق ما رو به وکلای ما داد، مقصودم همینجاست، چطور نشناسم اون کسی که حق ما رو به وکلای ما داد؟ گفتم یعنی چی؟ گفت خمس رو که امروز به شیخ انصاری دادی. دیدم عجب، یه خمس حق ما، شیخ انصاری از وکلای ما. باز ذهنم منتقل نشد این کیه، این آقا کی هست. خیلی از اوقات کسایی که خدمت هست ولی از علیه السلام میرسن، اون موقعی که خدمت حضرت میرسن یه حالت گیجی و هیمان دارن که منتقل نمیشن خدمت امام زمانه. بعدن با قرائن میفهمن خدمت کی بودن. گفت چرا میام؟ میگه راه افتادیم کنار جاده، یه چیزایی دیدم که اصلا عجیب و غریب بود، ولی هیچ ذهنم منتقل نمیشد این کیه. حالا داستانه بخونه خودتون میفهمید. رسیدیم به کربلا، گفت حاج علی زیارتنامه بلدی بخونی؟ گفتم بله. گفت بخون. شروع کردم سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا خدا، دونه دونه گفتم تا آخرش السلام علیک یا بقیت الله. گفت و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. جواب سلام من رو هم داد و اصلا منتقل نشدم اینکی. رفتیم تو، رفتیم زیارت کردیم، او رفت یه طرف نماز بخونه، نماز زیارت، منم یه طرف دیگه. وسطای نماز به خودم گفتم نکنه این حضرت باشه، این همه نشونه های عجیب و غریب ازش دیدی که این آدم عادی نیست. شیخ انصاری رو میگه وکیل ما، خمس رو میگه حق ما، روز قیامت شهادت بدم تو از شیعیان ما هستی، این آخری هم که سلام به امام زمان دادم او جواب سلامو داد، نکنه حضرت بوده. میگه زود نمازمو تمام کردم، دویدم به اون سمتی که ایشون رفته بود، دیدم نیست. دور زریح چرخیدم بلکه بتونم این برابر پیداش کنم، دیدم نیست. اومدم به کفشدار گفتم که اون موقعی که من وارد میشدم یه کسی هم همراه من بود، او رو ندیدی؟ گفتم مشغول کارم بودم، اصلا حواسم به شما هم نبود. حاج علی بغدادی اومد نجف، پیش مراجع تقلید نجف این رو گفت، این قضیه رو گفت. بلند شدن، چشمشو بوسیدن، صورتشو بوسیدن، گفتن این چشم‌ها لایق شده که امام زمان رو دیدن. به خدمت حضرت بودی. این قضیه بسیار موثقه. من از مرحوم آیت الله عراقی، سلمان زمان ما، مرحوم عراقی، ایشون از قول استادش اشرف عبدالکریم گفت طبق این داستان فتوا میداد. این داستان چون یه چیزایی داره، مسائل فقهی هم توش هست، طبق این داستان فتوا میداد. اینقدر سند این قضیه محکم. شیعه کامل کسی نبود که فقط محبت به اهل بیت داشته باشه، این کافی نیست. محبت رو ارمنیان دارن الان، صرف محبت کافی نیست. شیعه کامل اون کسی نبود که صرفا اعتقاد به امامت اهل بیت داشته باشه، بازم بالاتر. شیعه کامل اون کسی بود که علاوه بر ارادت و محبت، علاوه بر این که اعتقاد به امامت اهل بیت داشته باشه، مرتبط با این شبکه وکالت باشه، با این شبکه، چون این شبکه مرتبط با خود امامن، چون این شبکه مرتبط با خود محورشون خود امام. با زبان امروزی بخوایم حرف بزنیم، شیعه ششتون اون کسی هست که مرتبط باشه با شبکه مرجعیت، به خصوص با رهبر بزرگوار. تردید توش نداره. شیعه هیچ زمانی بدون امام و امامت نیست. هویت شیعه به امامته. زمان غیبت و امام کو میتونی دسترسی داشته باشی؟ یعنی شیعه بدون امامه؟ جواب این هستش که بله، دسترسی مستقیم نداریم، اما خودشون نائب گذاشتن و به واسطه اون مرتبطن. در توقیع امام زمان علیه السلام به اسحاق ابن یعقوب فرمود و اما الحوادث الواقعه، تو حوادثی که پیش میاد در آینده مراجعه بکنید به کسانی که دیندارن، دینشناسن، به هر حال ما رو میفهمن،
همون فقیه عادل جامع شرایط، فانهم حجتی علیکم، حجت من امام زمان بر شما همونه، و انا حجت الله، کما که خود من حجت خدا هستم. فرد علیهم کرد علینا، کسی او رو رد بکنه ما رو رد کرد، فرد علینا کرد علالله. به هر حال امام سجاد تو اون وضعیت تهدید و تبدیل به یه فرصت کرد، این شبکه وکالت رو درست کرد و شیعه یواش یواش جان گرفت که تو دوران امامان بعدی قوت پیدا کرد که امروزه دنباله کار همون بزرگواران هست که شیعه پرچم بلند کرده تو جهان. شیعه که تو طول تاریخ همیشه تو تقیه بود، تو پنهانکاری بود، تو زندان بود، تحت تعقیب بود، الان یه طرف موازنه قدرت شده تو جهان، یه طرف موازنه قدرت تو جهان شده. به خدا قسم حیف مشکلات اقتصادی که هممون رنج میبریم، هممون ناراحت هستیم، نمیگذاره ببینیم به کجا رسیدیم. نمیگه باید از بیرون کسی ایران رو نگاه بکنه ببینه به کجا رسیدی، ابرقدرت شده ایران. من خدمت آقای حاجی زاده بودم سردار، همین عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم، خیلی هم عذر میخوام ازتون. ایشون گفتش که ما فرمانده ارشد روسیه قبل از جنگ اوکراین، قبل از این جنگ، فرمانده ارشد روسیه و فرمانده ارشد چین رو جدا جدا اینا رو دعوت کرده بودیم، مستند زدن بعضی از پایگاه ها یا بعضی از فرض کنید چیزهای آمریکایی رو بهشون نشون میدادیم، اون پهباد فوق و پیشرفته آمریکایی رو که زدیم نشون میدادیم، مستند زدن عین الاسد رو تو عراق نشون دادیم، چندین مورد، اون کشتی انگلیسی که بچهای سپاه رفتن پرچمش رو کشیدن پایین، پرچم ایران رو کشیدن بالا، این موارد رو با جزئیات نشون دادیم. گفت ایشون میگه این فرمانده چینی تو صندلیش میخکوب شده بود نگاه میکرد، گفت طوری که یه بنده خدایی پذیرایی می‌خواست بکنه شربتی چیزی بیاره، اشاره می‌کرد واسه که نواس یعنی جلوش رد نشه که یه لحظه نتونه ببینه اون فیلمو، اشاره می‌کرد واسه که نه. گفت بعد که تموم شد گفت واقعا شما آمریکا رو زدید، باورشون نمی‌شد، واقعا شما آمریکا رو زدید. صدر حاجی زاده میگفتش که ما واقعا آمریکا رو زدیم، شما میتونی بزنید، آمریکا رو هالیوود بزرگش کرده، آمریکا چیزی نیست. بعد خود ایشون گفت من قطع دارم، میگفت یقین دارم این شجاعتی که امروز روسا پیدا کردن در مقابل ناتو وایستادن، این شجاعتی که امروز چینیا پیدا کردن شاخشونه میکشن علیه آمریکا، این شجاعت از ایران دارن. یه طرف موازنه قدرت شده شیعه که هیچی تو تاریخ محسوبش نمیکردن. خدا رو قسم میدیم این قدرت و امکانات که شیعه آماده کرده برای آمدن است ولی از علیه السلام، هر چه زودتر تحویل صاحب اصلی به هر حال این نهضت و پرچم و انقلاب بشه که بهترین ها رفتن برای شهید شدن، بهترین ها برایش رفتن شهید شدن. عذر میخوام از همه تون. بیرون مشکار با عظمت سید و شهدا علیه السلام، بیرون مشکار با عظمت امام سجاد علیه السلام، یه صلوات دیگری حیات بفرد.